درود به شما براندازهای عزیز. وال استریت جورنال در خبری تکان دهنده اعلام کرد که آمریکا به رژیم جمهوری اسلامی از وقوع انفجار در کرمان اطلاع داده بود و سپاه کاملا از این حادثه آگاه بود. این روزنامه معتبر در گزارش خود نوشت زمان و مکان دقیق این حادثه با تمام جزئیات آن به سپاه اطلاع داده شد، ولی آنها هیچ اقدامی برای جلوگیری از کشتار مردم ایران در سالمرگ قاسم سلیمانی در کرمان انجام ندادند. خیلی از مردم و کاربرای فضای مجازی تازه واقعا باور کردند که کشتار طرفداران حکومت در کرمان کار خود خامنه ای بوده. به خاطر همین فضای مجازی پر شده از این خبر. حسین صارمی نوشت خبر وال استریت جورنال و ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه پیش از حادثه کرمان به ایران هشدار داده با سایر مشاهدات مطابقت دارد. در خاطرم هست در همان ایام یکی دو برنامه رئیس جمهور هم دچار تغییر یا لغو شد. عدم حضور اشخاص مهم در کرمان هم بعید است بی ارتباط با گزارشات روزهای قبلش باشد. یکی از کاربرای مجازی این عکس را منتشر کرده و نوشته آبجی خوب شد آمریکا خبر داد و الا ما هم مثل بابا کتلت می‌شدیم. یکی دیگه این کاریکاتور را از مارمولک قاسم سلیمانی و دختر کاپشن صورتی منتشر کرد و نوشت پدرم آمد به خوابم و گفت دختر کاپشن صورتی گوشواره قلبی به قربانت. خامنه ای واقعا فکر میکنه مردم ایران یه مش گوسفندن که هر وقت دلش خواست میتونه برای مهمونیاش اونا رو قربونی کنه. گاهی اوقات هم گوسفندایی رو قربونی میکنه که بیشتر بهشون ساندیس داده و حسابی چاقشون کرده. فقط کافیه به خاطر بیارید که از کشدار در شاهچراغ و کرمان چقدر استفاده تبلیغاتی کرد. یعنی تنها کسی که از این حوادث منفعت به دست آورد خامنه ای بود. حتی خودش و مزدورانش هم بارها اعلام کردند که کشدار مردم در کرمان و شاهچراغ به نفعشون تموم شده. هر سال که بودجه تصویب میشه متوجه میشیم که رشد بودجه صدا و سیما و حوزه های جهلیه خیلی بیشتر از رشد تورم بوده. مثلا امسال حقوق کارگر 20% افزایش داشته ولی بودجه صدا و سیما 58%. حوزه های علمیه هم علاوه بر بودجه هنگفتی که میگیرن از بودجه وزارت خونه های مختلف هم حسابی به جیب میزنن. مثلا ده ها هزار طلبه رو به وزارت آموزش و پرورش تحمیل کردن تا در مدارس استخدام اجباری بشن و حقوق بگیرن. طلبه هایی که محیط مدارس مخصوصا مدارس دخترانه رو به شدت ناامن کردن. محمد رضا مهاجر با انتشار پستی فاش کرد که در یکی از دبستان های دخترانه به دو تا دانش آموز دختر تعرض شده. مهاجر اعلام کرد که مسئولان مدرسه دارن تلاش میکنن که روی این جنایت ماله بکشن. والدین دانش آموزان هم شکایت کردن و مهاجر مدعی شده که تمام اسناد مورد نیاز در نزدش موجوده. اما چیزی که مهاجر نگفته اینه که شخص معترض یکی از همین طلبه ها بوده. دلیل این که مسئولین مدرسه هم فشار وارد شده تا روی این افتضاح سرپوش بذارن هم همین بود. اما یکی از مزدوران حکومتی که حوزه نرفته ولی باجناقی رو در حق آخوندها تموم کرده علیرضا دبیره. دبیر در حاشیه افتتاح یه سالن کشتی گفت من به بچه های تیم ملی گفتم که حق نظر دادن درباره مسائل سیاسی رو ندارم. بهشون گفتم مگه شما کارشناس سیاسی هستید که نظر میدید؟ دبیر گفت اما به همشون گفتم که باید در انتخابات شرکت کنن. هر کشتیگیری که در انتخابات شرکت نکنه از مسابقات داخلی و خارجی محروم میشه. این که میگن سگ زرد برادر شغاله واقعیت داره. خامنه ای هم پارسال گفت مردم ایران شعور کافی برای برگزاری رفراندوم رو ندارن. حالا که نزدیک انتخاباته یهو مردم با شعور شدن و خامنه ای بهشون التماس میکنه. دبیرم با توهین به کشتیگیرا میگه کشتیگیرا شعور اینو ندارن که نظر سیاسی بدن و باید خفه بشن، ولی همشون باید در انتخابات شرکت کنن. برای اینکه یه کمی دلمون خنک بشه میخوام هنرنمایی پسر مرودشتی رو که بدجوری داره توی فضای اجتماعی میدرخشه پخش کنم تا ببینید و لذت ببرید. هرکی که ذاتش خراب میرد و ملا میشود دست به دستمال و جلو ارباب دلا میشود پول مفت میگیرد و یار ولایی میشود از خدا میگوید و بعد خود خدایی می شود روی منبر
بر می رود هی یقه پاره می کند. واسه حفظ عفاف هی فکر چاره می کند. درس اخلاق می دد و حجاب و حالی می کند. بعد تو خلوت با باجناغش عشق بازی می کند. درس اخلاق می دد و حجاب و حالی می کند. بعد تو خلوت با باجناغش عشق بازی می کند. آن یکی رئیس گیلانی ارشاد می شود. بست بافور می زند و با دست ارضا می شود. آن یکی رئیس گیلانی ارشاد می شود. بست بافور می زند و با دست ارضا می شود. حوزه از ریشه خراب است سیدلی کاری بکن. فکری به حال شهوت مذهبی و قاری بکن. حوزه از ریشه خراب است سیدلی کاری بکن. فکری به حال شهوت مذهبی و قاری بکن. آن یکی اگه بخواد کل لواسانو به نامش میزنن. یکی واسه سطل زباله یک شب زارش میزنن. یکی واسه سطل زباله یک شب زارش میزنن.